بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله متعال را سپاس میگیم که به ما این توفیق داد که در چهارشنبه شب دیگر با برنامه فقه و زندگی در خدمت شما عزیزان محترم باشیم و این برنامه برای پاسخگویی به سوالات شرعی شماست و شما میتونید با شماره هایی که عزیزان ما در اتاق فرمان لطف میکنن زیرنویس میکنن سوالات شرعیتون رو مطرح کنید و در خلال برنامه ما انشالله به سوالات شرعی شما پاسخ خواهیم گفت و سوالاتی که شما در قالب پیامک هم به ما فرستادید و در خلال برنامه خواهیم خوند و به آنها پاسخ خواهیم داد و البته اولویت با تماس های تلفنی شما خواهد بود. در خدمت کارشناس عزیز و محترم برنامه جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد است. دکتر عباد خیلی خیلی خوش آمدید. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و على آله و اصحابه و تابعین و من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد بنده هم خدمت شما استاد محترم و همچنین دستاندرکاران برنامه و بینندگان عزیز محترمون عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. دکتر خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. و آغاز برنامه دکتر از سوالات و پیامک‌های بینندگان. اولین پیامک بیننده: سلام به نوریان عزیز، خسته نباشید، یک سوال داشتم، خواهش میکنم جوابم رو بدید. نماز وتر یعنی چی؟ بعد کی باید خوند؟ آقا عیسی از سقز. نماز وتر دکتر چیه؟ چه وقت باید خونده میشه؟ نماز وتر همچنان که از اسمش پیداست یعنی تک، یعنی نمازی که تک هست و وتر در لغت عربی به هر حال نمازی گفته میشه که آخرین نماز هست و از سنت و بعضی از علما اون رو واجب دونستن تا اندازه ای که از مثلا علمای احناف این رو واجب میدونن. پس نماز وتر در اصل همون نماز تکی است که توصیه شده و تأکید شده بر خوندنش و حتی از فقها گفتن که کسی که نماز وتر نخونه و نماز وتر رو بذاره اصلا این گواهیش قبول نمیشه. یعنی گفتن رجل سوء، مرد بدیه، یعنی تا این حد این نماز حد اهمیت داره. بله اهمیتش از فراوان هست و حضرت ابو هریره میفرماید که اوصانی خلیلی، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله دوستم بهم توصیه کرده که نخوابم تا اینکه چیه نماز وترم رو به جای آورم بخونم. و اینجاست که علمایی که اون رو واجب نمیدونن، جمهور و فقها اون رو از نمازهای بسیار مستحب و با اهمیت میدونن و به عبارت دیگه همون سنت مؤکده، سنت مؤکده رو میدونن به شمار میارن. بلکه ایشون سوال قسمت دوم سوالشون این که چه زمانی خونده میشه. از اونجایی که نماز فطر هست و آخرین نماز هست، یعنی وقت اون از بعد از نماز عشاء ادامه پیدا میکنه تا نماز فجر، تا طول فجر، یعنی از بعد از عشاء دکتر شروع میشه، شروع میشه وقتش هست که حالا کسانی که حالا در مسجد نمازهای قیامشون رو میخونن به عنوان مثال، حالا بعضی موقع عادت دارن بعد از عشاء که توصیه نمیشه بشه حقیقتا، بلکه توصیه این هست که انسان در منزل نمازهای سنت و مؤکدش رو بخونه و نماز قیام لیلش رو بذاره برای منزل، برای خونه. ما میبینیم که خیلی متاسفانه از برادران نمازگزاران ما در مسجد بعد از نماز عشاء میستن به نمازهای حالا سنت حالا بعدیه و بعد از بعدیه شروع میکنن به نمازهای قیامشون و همچنین وترشون همه همونجا تعویل میدن دیگه، خودشون رو بعد همه در مسجد و در صورت این خلاف سنته. سنت اینه که حالا حتی نماز رواتب انسان در منزل بخونه، حالا اگر در مسجد خوند مانعی نداره، اما نماز وتر و نماز قیام لیل دیگه سعی کنه که حتما در منزل به جا بیاره. و حالا کسی که مطمئن هست میدونه که حالا خواب برش غلبه نمیکنه و میتونه بلند بشه قبل از فجر، اواخر شب قبل از طلوع فجر وقت بهترین وقت هست برای نماز شب به جا آوردن و همچنین نماز وتر خوندن. اما کسانی که حالا مطمئن نیستن، شاید به هر حال خواب برشون غلبه کنه، امروزا که دیگه مردم عادت دارن به شب بیداری و شب زنده داری و این مسائل ها مشغول میشن و به هر حال خلاف سنت عمل میشه بهش، اینه که
قبل از که بخوابه به هر حال بره وضوی تازه کنه، نمازشو به جا بیاره، حالا هر چند رکعت بخواد، 2 رکعت، 4 رکعت، حتی الی 8 رکعت، بعدم 3 رکعت نماز وتر حداقلش بخونه بس. یا اینکه بازم 1 رکعت هم اجازه، کسی واقعا شاید خسته باشه و حالا حال نداشته باشه چندان، میتونه 1 رکعت بخونه نماز وترش. یعنی از 1 رکعت دکتر شروع میشه؟ شروع میشه. بله. و این اولویت داره. ببین میگیم که یک تیر به 2 هدف زده. یعنی چی؟ اینکه اولا هم نماز قیامش در منزل خونده و هم باش وضو خوابیده، زیرا که با وضو خوابیدن بهش تاکید شده زیاد، تا اونجایی که حتی گفتن اگر کسی فوت کنه در این حالت چیه؟ مثل که حالا میگیم که بیمه شامل بوده دیگه، فضیلت خاص خودش داره برای یا هیچ چیزی اون رو مانع از داخل شدن به جنتش نمیکنه مگر چی؟ مرگ. کسی که با وضو بخوابه، حتی گفتن که فرشتگان چیه به هر حال مراقبش هستن تا این حد. پس ایشون هم نمازش رو در منزل خوندن، نماز قیامشون، و هم با وضو خوابیدن. اینه که چند مصلحت در چیه، ایشون به هر حال نصیبشون شده با این به جا آوردن این سنت. پس نماز وقتش از همون بعد از نماز عشا است الی نماز فجر. شاید یک سال پیش بود کسانی که نماز جمع میخونن در وقت مغرب به عنوان مثال، حالا این وترشون چی کار میشه؟ باید حتما وقت عشا باشه که وتر بخونن، یا اینکه بعد از همون نماز میتونن بخونن؟ میگیم بله، بعد از همون نماز اگر جمع باشیم میتونن بخونن. یعنی دکتر منظورتون جمع تقدیمه دیگه؟ جمع تقدیم. که تو مغرب بله. بخواد نماز مغرب و عشا رو با هم جمع بخونن. بله، حالا وقت بارانی هست یا کسی بله. سفر داشته باشه، میگیم که سفر، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز وترش رو حتی در سفر هم چیه؟ مراعات میکردن و میخوندن. بله، ترک نمیکردن. اینجاست که علمایی که اون رو واجب دونستن به همین استناد کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر هم این نماز رو چیه؟ به جا می آوردن. و دکتر اون گونه که حالا معمول ما میبینیم، حالا در مورد تعداد رکعت هایی که در مورد وتر خونده میشه، یا خیلی از فقها ها روی اون دکتر تاکید میکنن علما، حالا رایج هست 3 رکعت خوندنه و بله. البته خیلی علما اینو تاکید میکنن بر این که بله. معمولش و حتی در مذاهب فقهی گفتن تکش مکروه دونستن. یک رکعت بله، یک رو به تنها خوندن رو بله. البته شاید سوال بشه که نحوه خوندنش این 3 رکعت بله، چطوری باشه؟ دکتر شاید بله. خیلی سوال میکنن. حالا بله. ما بعضی جا میبینیم مثلا حالا برادران احناف به گونه دیگه میخونن بله. و بقیه بعض در مذاهب دیگه به گونه دیگه. این کیفیت ها به چه طرز دکتر؟ روایت به هر دو صورت اومده. این بله. اومده که اصل اینه که نماز شب 2 رکعت خونده بشه، و وقتی که به هر حال انسان حالا تمام کرد 1 رکعت وتر میخونه و تمام شد. اما اگر کسی 3 رکعت آخر رو بخواد با هم بخونه، بازم اجازه هست و میتونن همانند برادران احناف چه با 1 سلام خونده بشه، اینم میشونه. اما افضلیت گفتن با چیه؟ با 2 سلام خوندنه. یعنی 2 رکعت میخونن سلام میدن، بعد 1 رکعت به تنهایی میخونن و درش قنوت هم به جا میارن. و این اصل سنت هست بنا به بهتر بودنش. ببینید هر در عبادت ما هرچی از کار بیشتر داشته باشیم، طبیعی است که چیه؟ اجر و ثوابش بیشتره. اونجا یک تشهد بیشتر هست، دعا درش هست و طبعا ثواب خاص خودشو داره و همچنین 1 رکعت مستقلانه. حال برای اینکه ما این سنت رو ترک نکرده باشیم، بهتره که انسان هر دو صورت رو چیه؟ به جا بیاره. میتونه احیانا میتونه 3 رکعت با هم بخونه، احیانا میتونه چی 2 رکعت و 1 رکعت به جا بازم بخونه منفصلا، تا اینکه به هر دوی سنت ها رو چی عمل کرده باشه و هر دو اینا جایزه. اینطور نیست که حالا تعصب به خرج دادن که بگیم حالا کسی که 3 رکعت با هم خوند اشتباه کرده، یا کسی که جدا بخونه بگیم این اشتباه کرده، چنین چیزی نیست. بلکه سنت هر دو روش اومده و هر دو روش به اثبات رسیده و سزاوار هست که ما به هر دو نحوه چی عمل کنیم. شاید بگیم که به حالت فرد برمیگرده استاد. ببین فردی به هر حال حالا کارهای روز شاید اون رو خسته کرده باشه و خسته هست، نماز قیامش خیلی خلاصه داره میخونه، تورانه نمیخونه، نماز وترش رو اگه بخواد با هم بخونه، سریعتر بخونه، شاید حالش میگم حال بهتری داشته باشه. از این بخواد مختصر میتونه اینجوری چیکار کنه؟ میتونه با هم بخونه، معنی نداره. و دکتری قضیه دیگه که حالا تو رمضان به ویژه میبینیم تو نمازهای تراویح،
حالا خیلی وقتا این مشاهده میشه تو مساجدی که خاصتا حالا مذهب شافی مذهبا هستن و برادران احناف هم هستن، بالاخره پیروان مذاهب مختلف، حالا گاه پیش میاد که امام شافی مذهبه در بالاخره به خصوص در نمازهای رمضان تراویح که بعد آخرش وتر خونده میشه، بعضی از برادرای حالا احناف تا به نمازهای وتر میرسه ترک میکنن حالا مسجد و میرن. دکتر در این مورد، یعنی حالا اگه کسی بخواد میگه که حالا من چیز فقهی ام، یعنی روش فقهی ما یا در فقه ما متفاوته، ما به گونه دیگه میخونیم، اینجا چون بعضی از علما دکتر بر این تاکید دارن که شما نماز رو حتی در حدیث هستین، حدیث صحیحه که رسول الله صلی الله علیه و آله به ما گفته که نماز رو با امام تموم کنید، بله، یعنی شما با همه چیز رو با امام در مسجد بله. تموم بکنید، نماز و علم رو تموم بکنید، بله دکتر، ما چگونه بین این دو تا با جمع بکنیم؟ حالا این هر گروهی که باشند، چه برادران شافعی باشند، امام حنفی مذهب باشه بخواد اون رو که جدا بخونن اون رو رها کنن، یا اینکه برعکس باشه، هر دو این عمل چیه؟ خطاست و اینها خودشون رو از خیلی بزرگی محروم میکنند، زیرا که کسی که با امام وارد نماز بشه و با امام منصرف بشه گناهانش چیه؟ آمرزیده شده. اما کسی که حالا سبقت بگیره بر امام و نمازش رو تمام کنه، یعنی از مسجد خارج بشه و نمازش رو با امام تمام نکنه، شامل این حدیث نمیشه، این برکت ازش چیه؟ این فیض ازش خودش محروم میکنه، ازش گرفته میشه. اینجاست که سزاوار نیست بر ما مسلمان ها به حالا بنا به رعایت آراء و اجتهادات فقهی یک بزرگوار ما بخوایم چی این خیر رو از دست بدیم. به قد نظر میگم که حالا امام هر کسی میخواد باشه، درست، پس سزاوار نیست که برای مأمومین اونایی که به امام اقتدا کردن قبل از امام چیکار کنن؟ منصرفشن، به خاطر اینکه ایشون عمل به اجتهاد یکی از فقها داره میکنه و شاید ایشون رأیشون بر اجتهاد دیگری باشه، پس خودمون رو از این خیر، از این ارزش چیه، به هر حال محروم نکنیم. سزاواره که ما بشینیم با امام و حتی تا این حد سنتی که بعد از اذکار، بعد از سلام دادن امام که امام نشسته و رو کرده به مردم و مشغول تسبیحات هستن، حتی تا اینقدر احتیاط کردن فقها، گفتن که الان برای مأمومین سنتی که بشینه تا اینکه امام چیه؟ بلند بشه، تا اینکه امام بلند بشه، زیرا این مکمل نمازه، عبادت را داره چی تکمیل میکنه. پس بازم سزاوار نیست که اونایی که مستعجل هستن، عجله دارن، میخوان بلند بشن، سزاوار نیست که چیه؟ مسجد خارج بشن، از جاشون بلند بشن تا اینکه امام چیه؟ بلند بشه. و شاید بگیم که این توصیه برای ائمه این هست که امام ها زیاد اونجا نشستن رو طولانی نکنن، چون اونایی که خودشون رو مقید میکنن به این سنت، تو نظر اونها رو چیه مجبور کنه به نشستن و منتظر شدن، یعنی که این خیر رو از اونها رو چیه محروم کنه. پس سزاواره که امام همین تسبیحاتی که حالا سنت هست 33 بار لا لا ده بار لا لا وحده ولا شریک له گفتن و تسبیحات تسبیح و بعد سبحان الله الحمدلله الله اکبر 33 بار گفتن، این دیگه چیه؟ لااقل حرکت کنه و بلند بشه و تا اینکه دیگرانی که مقید به حرکتشون هستن چیه آزاد بشن. جزاک الله خیر دکتر، تماس بیننده داریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا عبدالرحمن از آلمان بفرمایید. آقا عبدالرحمن سلامت باشی، تشکر. آقا عبدالرحمن بفرمایید. مرکز برنامه هاتون جزت میزای الله کرد. تشکر آقا عبدالرحمن، نظر لطف شماست. به قرآن ما در جنجا که در جنجا بیشتر از بس که بسارت فکر نیاز داریم. تشکر، الله حفظتون کنه، ممنون از لطفتون. اول ممنون میکنم از برنامه های خیلی خوبتون و با حاصل مردیتون. دو استاد یک دو تا سوال داشتم. بله آقا عبدالرحمن بفرم. ممنونم. سوال اول اینه که اگه شخصی نمازش رو بخونه بعد بخون بفهمش مثلا لباسش مثلا که میدونم ادرار بچه خورده بوده یا به هر طوری لباسش پاک نبوده، این باید نمازش رو دوباره بخونه یا نه؟ چون بعدی که نمازش خونده بعد یادش میاد، اول یادش میاد. یعنی قدرا منظورتون اینه که نمازش رو خوند بعد دونست نجاستی روی لباسش هست، منظورتون اینه؟ بله 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 استاد، بله. واضحه سوالتون. بله. دارم سوال دیگه یه بله استاد. سوال دومم اینه که استاد مثلا ما که اینجا هستیم مسجد هست، مسجد برادران ترکا هستن، اینا هم غلطی هستن. بله
من خودم هنفی دارم ولی بیشتر بود شافی ها مثلا چیمه دارم اینا نمازم رو به سعادات شافی میخونم به طور سعادات شافی میخونم بله. بعد استاد اینا قبل از نماز اشتار چهار رکعت نماز دیگه میخونم من چهار رکعت رو نیتی تحیت رو مسجد میکنم آیا این درسته یا نه؟ قبل از اشا چهار رکعت دیگه میخونم؟ قبل از فرض عشا چهار رکعت نماز به عنوان صلوات و سنت میخونم. بله. حالا من نمیدونم اینا همون تحیت المسجد یا نه، ولی من به عنوان تحیت المسجد نیت میکنم. حالا این درسته یا نه؟ ان شاء الله. چهار رکعت جدا جدا میخونن، دو رکعت اینکه چهار رکعت دو رکعت دو رکعت میخونن آقا عبدالرحمن یا با هم میخونن؟ این چهار رکعتو چهار رکعتو با هم میخونن. با هم میخونن دو وقت، یعنی نماز عصر و نماز عشا. نماز عشا قبل از عصر هم این کارو میکنن. چهار رکعت سنت هم قبلا میخونن. بله بله، دو رکعت دو رکعت. نه نه، چهار رکعت یک جا. چهار رکعت یک جا. بله بله بله، یک جا نیت میکنن. بله، تشکر آقا عبدالرحمن، ممنون از شما. ممنونم استاد از شما، خدا رو الله یار نگهدارتون، الله حفظتون باشه. این دانشگاه رو به خونه ما فرستاده استاد. من از شما ممنونم. لطف الهی، لطف الهی. ان شاء الله یار نگهدار. ان شاء الله برادران ما که اکثرا من میبینم میان به شبکه‌ها توهین میکنن و اینا، ما استاد از برادران بددینمون در قولا من میگم حالا مثلا برادران بددینمون خداوند هدایتشون بکنه استاد. آمین آمین، برای اینا هم باید دعای هدایت بکنه آقا عبدالرحمن. استاد شما تشکر ممنون. 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 الله یار نگهدارتون، ممنون هستم. تشکر استاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا صدیق از دانمارک بفرمایید. استاد محترم با عرض سلام به شما و میهمان گرامی شما. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام فاضلیت. بفرمایید. استاد محترم عرض میکنم، عرض صدیق دو سوال داشتم. بله. یکی که فاصله بین نماز شام و خفتن، اگر یک ساعت بعد از شام نماز خفتن خوانده شود آیا امکان داره یا نه؟ اگه فاصله بین شام و خفتن یک ساعت باشه؟ بله، یعنی منظور اینه که بعد از نماز مثلا ساعت 5 بجه نماز شام است، اگر ما 6 بجه نماز خفتن بخونیم میشه یا نه؟ بله بله بله. سوال دیگه هم دارید آقا صدیق؟ بله بله، عرض دارم که بله. سوال دیگه میشه که ما در مسجد ما تراویر 8 رکعت خواندن و بعض برادرای دیگه وقتی که 8 رکعت خلاص میدید امام به ویتر واجب نیت بسته میکرد و میرفتن در یک جای گوشتی دیگه 12 رکعت دیگه را میخواند که 20 رکعت شوه، آیا این درست است یا نه؟ بله، سوالتون واضحه آقا صدیق. قربان شما، خداوند شما را اجر بده. الله یار و نگهدارتون. تشکر از شما. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. و برکاته. دکتر سوال آقا مهدی از آذربایجان. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام آقا مهدی، بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید. می‌خواستم ببینم که نقل قول کسی مشهور هستش به یک کسی داده یا نه؟ نقل قول کسی که مشهور چی آقا مهدی؟ نقل قول کسی که به کذاب بودن مشهور. آیا به یکی میشه کسی داده یا واضح سالتون آقا مهدی. تشکر، ممنون. تشکر و ممنون از تماستون. آقا عبید از آلمان بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یک سوال داشتم در بعضی افغانستان یک برواج است، یک شخص که فوت میکنه باز میشه و مایت در خانه که باشه باز بالی سر دی میشنن قرآن میخوانن، این کار درست است یا غلط است؟ یک سوال. بله. و دوار وقتی که زن شوهر پیش از نزدیک شدن با عرض معذرت میتونن جای مخصوص خود را ببوسن؟ آقا عبید سوال این سوالتون یه بار جواب داده شده تو برنامه قبل. نه او لمس به امور غلط تماس گرفتی. تشکر از تماستون، واضح سوالتون. دکتر سوال آقا عبدالرحمن از آلمان، ایشون فرمودن که آقا عبدالرحمن بفرمایید. آقا عبدالرحمن دوباره پشت خطن،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن بفرمايید. السلام عليكم. السلام عليكم. منو ببخشید. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خواهش بفرمایید. استاد بزرگوار یک سوال داشتم، یک سوال دیگه داشتم. این که اگر مثلا من پدرم افغانستان هست. ولی وضعش تا وقت خوب نیست که قربانی بکنم اینا. من قربانی خودمو میتونم بفرستم اونجا بگیرم ذبح بکنم. آیا به نیت خودم بگیرم یا به نیت پدرم بگیرم چیکار بکنم؟ این یک توجه بگیم استادی بودید. بله ممنونم استاد. تشکر آقای مرحوم. تشکر استاد. آقا مصطفی از شیراز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید آقا مصطفی. خواهش میکنم، من اگر وقت باشه دو تا سوال دارم. بله بفرمایید. اول سوال دوم رو بپرسم، خیلی مهمتره. بعد سوال اول، بعد میخواد ببینم که اول موقعی که انسان میخواد نماز بخونه، همین صرف اینی که از بلندگو صدای اذان بشنوه کافیه، یا مثلا باید حتما مؤذنی بیاد کنار خود آدم وایس اذان بید؟ بله. دومی که بله دومی که آیا این آب بینی که حالا خصوصا دو ایامی که انسان سرپا بپاره، میخواستم بپرسم ببینم نجسه؟ چون بعضی افراد میگن که ببخشید من منظورم شبیه بینی هست. واضح سوالتون آقا مصطفی، تشکر. دکتر، سوال آقا عبدالرحمن از آلمان، قسمت اول سوالشون، دکترشون فرمودن که اگه شخصی نماز خوند بله و بعد از نماز متوجه شد که بالاخره ادرار بچه چیزی رو لباسشه یا به هر نه به حالا نظافتی رو روی لباس خودش احساس کرد، بعد از اینکه نمازش رو تموم کرد، آیا باید نمازش رو اعاده بکنه؟ بله. از اونجایی که از شرایط صحت نماز، ببین از شروط صحت نماز پاک بودن لباس و همچنین پاک بودن محل نماز هست، حتما انسان میبایستی یقین داشته باشه در طهارت لباسش. حال اگر در همون لحظه چنانچه برادرمون آقای عبدالرحمن جزاه الله خیر ایشون بیان فرمودن که همون لحظه متوجه میشه که نجاستی روی بدنش هست یا بوده که حالا فراموش کرده اون رو بشوره یا اینکه اون رو بطرف کنه، پس الان واجبش هست که حتما نمازش رو قضا کنه و اون نجاست رو چیه؟ نجاست رو بر حال برطرف کنه. خب و این واجبش هست و لازمش هست که حتما ایشون میبایستی طهارت کامل در لباس، در محل نماز خوندن و وضو اینا ایشون رو چیه اینو به جا بیاره. پس میگیم که اگر برادرمون آقای عبدالرحمن همون لحظه متوجه شدن که نجاست رو بدنش هست و یقین پیدا کرده، میگیم که بله حتما میبایستی نمازش اینجا چیه قضا کنه، زیرا که خلل رسیده به شروط صحت نماز. ببینید اگر قضیه به این صورت باشه که اگر نماز خونده اما بعد از مدتی متوجه بشه که لباسش چیه، حالا آثار نجاست درش پیداست اما نمیدونه که یقینا این بعد از نماز واقع شده براش یا قبل از نماز، ببین میبینه که الان بعد از فکر بعد یک ساعت نماز که خونده، حالا بچه بازی میکرده یا به هر حال، بعد متوجه میشه که لباسش چیه، آثار نجاست داره اما یقین نمیدونه که این نجاست قبل از نماز براش پیش اومده در لباسش بهش رسیده یا بعد از نماز. اینجا میگیم که حالا بگیم بر اینه که نمازش درست هست و این بعد از نماز بوده. پس دکتر اگه به این یقینو داشت که این نجاستی که بر روی لباسشه توی نماز بوده، بله در چنین حالتی تو نماز بوده، این که قبل از نماز بوده یقین پیدا کرده الان، پس حتما نماز اینجا دیگه نمازش درست نیست، میبارسی لباسش بر اون طرف میبارسی برطرف کنه نجاست رو، نمازش رو به جا بیاره. این صد من سال اولشون. جزاک الله خیر. دکتر، سوال آقا عبدالرحمن قسمت دوم سوالشون، ایشون فرمودن که ما در آلمان هستیم و من میرم تو مسجد برادران ترک نماز میخونم، حالا
اونا هنفی هند و من به شیوه شافی مذهب نماز میخونم و مشاهده میکنم که قبل از عشا چهار رکعت سنت اونها میخونند و پیوسته، یعنی با یک سلام. بله. و این کارو حتی قبل از نماز عصر هم انجام میدن. سوال برای من پیش اومده که این نماز چیه؟ آیا تحیت المسجد، یا اگه من شخصا بخوام این نماز رو بخونم باید به چه نیتی بخونم؟ به نیت تحیت المسجد بخونم، به نیت دیگه بخونم؟ و اصلا در کل نماز چیه؟ نماز عصر که ایشون به شعر فرمودن و همچنین نماز عشاء اینا قبلی نداره. بله. در اصل میگه مستحب نیست مانند دو رکعت ظهر یا بعدیه ظهر یا بعدیه عشا و بعدیه مغرب. پس نماز عشا و نماز عصر قبلی نداره. نماز تحیه مسجد طبعا دو رکعت هست که انسان اون رو میخونه. اما ازش پرسیدم که این جدا میخونن یا با هم میخونن، قصدم این بود که اگر جدا میخونن اینا احیانا دو رکعت برای وضو میخونن، وضو گرفتن وارد مسجد شدن به هر حال دو رکعت وضو میخونن، دو رکعت تحیه مسجد میخونن اینا. بله. عموما کسی که وارد مسجد میشه دو رکعت سنت تواب به جا میاره، نه قبلی مغرب و قبلی عشا و نه قبلی عصر هست، اما مستحبه که بعد از اذان یا بین هر اذان چیه دو رکعت سنت هست. عموما انسان میتونه نماز بخونه و به جا بیاره دو رکعت. حال اگر چهار رکعت خوند با هم تتوعن. نفل یعنی. نفل. بله نفل. این که بله. نماز مخصصی نیست که بگیم این قبلی هست یا این که یک نماز مشخصی است که حالا حتما چهار رکعت باشه، نه، این تتوع هست. میگیم تتوع داره به هر حال قبل از اقامه هست و بعد از اذان هست، بین اذان با اقامه معمولا نماز دو رکعت میخونن، مانعی نداره و اجر خوبه. اگه همون تحیت المسجد باشه دکتر شامل همین میشه؟ همون دو رکعت. کسی که اومد حالا وارد مسجد شد مثلا نماز عصره، حالا با اینکه شما میفرمایید که قبل از عصر سنت راتبه نداره، بله، اگه همون تحیت المسجد رو به جا بیاره کفایت میکنه. بله کفایت میکنه کاملا. بله. حالا بعضی همون لحظه وضو گرفتن دو رکعت تحیه مسجد میخونن، بعد هنوز آثار وضو حد دارن باز دو رکعت وضو میخونن، یکی دو رکعت تتوع نفل میخونن، ما نجات نمیکنه. بله. جزاک الله خیر. سوال آقا صدیق از دانمارک، دکترشون فرمودن سوال اولشون که اگه فاصله بین نماز مغرب و عشا یک ساعت باشه، بله، و بالاخره یک ساعت بود 5 دقیقه ما قبل از اون وقتی که بله داخل بشه، حالا اگه نماز بخونیم موردی داره؟ ببینید به ساعت من فکر کنم حتی نسبت به حالا مناطق هم فرق کنه. ببین از غروب آفتاب بله تا نماز عشا این که شفق قرمز مخفی بشه، یعنی تاریکی از طرف غرب چیه ظاهر بشه، اول وقت عشا است. بعضی اون رو بعضی از فقها حتی 45 دقیقه هم گفتند که بعد از 45 دقیقه تا یک ساعت به جا میاد. اکثرا معمولا ببینید مناطق خودمون یک ساعت رو نمی گذاشتن، یعنی افق ها متفاوت هست، شاید بله احتمال تا افق ها معمولا متفاوت هست. بله. اما میشه که در بعض در حال یک ساعت هم، بعض از فتاوا بر این هست که یک ساعت هم میشه خوند نماز. بله. جزاک الله خیر. دکتر قسمت دوم سوال آقا صدیقشون فرمودن که ما در منزل تراویح و 8 رکعت میخونیم. بله. حالا بعد از برادرایی که همراهمان میخونن 8 رکعت رو با ما میخونن، بعد حالا تو مسجد دیگه میرن یا جای دیگه 12 رکعت دیگه رو میخونن که 20 رکعت رو تکمیل کنن. آیا لزوم، یعنی لازمه که اینا این کار رو بکنن؟ نه. بله. نماز تراویح خودش سنته، سنت بسیار مؤکده هست طبعا. بله. پس لازم نیست که حتما، حتی اصل نماز اصلش هم همون 8 رکعت یا 20 رکعت در یک مسجد هم لازم نیست آخه. بله. اما جز شعار اسلام هست، به جا آوردنش اجر زیاد داره. رسول الله صلی الله علیه و آله کسی که نماز تراویح، نماز قیام اللیل رو در ماه رمضان برپا بداره از روی ایمان و احتسابش که اجرش خداوند در آخرت بهش بده، غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی الله علیه و آله، تمام گناهانش رو که ازش گذشته در طبعا فی حق الله است، چیه مورد عفو قرار میگیره. بله مورد عفو قرار میگیره. اینجاست که پس اجر خاص خودش داره. میخواد عرض کردیم که انسان وقتی وارد مسجد شد با امام شروع کرد و با امام تمام کنه، بله، این سنت رو به جا آورده. لازم نیست که حتما حالا بره مسجد دیگه تا اینکه 20 رکعت باشه. در تعداد رکعات فقها اختلاف دارن.
بعضی گفتن که همون 8 رکعته، بعضی گفتن 20 رکعته، بعضی گفتن 36 رکعته، بعضی گفتن 40 رکعته، بعضی گفتن 42 رکعته. به هر حال ببینید، اما فتوا بر این است از فقها که قیام اللیل در ماه رمضان، اصلا قیام اللیل در اصل محدد نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله تهدید نکردن، بلکه امهات المؤمنین روایت کردن که از 8 رکعت بیشتر نمی خوندن، مثلا اون در منزل هست البته. پس این گفتن که به هر حال مجال باز هست، تتوع هست، انسان هر مقداری که بخواد بخونه مانع ایجاد نمیکنه. مسجد رفتن 20 رکعت خوندن، ما بر اونایی که 8 رکعت خوندن عیب نمیگیریم، اونایی که 8 رکعت میخونن بر اهل 20 رکعت عیب نمیگیرن، بلکه این سنت است. هر کسی به هر نحوی که بخونه و بتونه این سنت رو به جا بیاره، اجرش با خداست. پس دکتر، یعنی اینجور میتونیم بگیم که اختلاف کردن سر یک حالا قضیه فقهی که توش سوابق نیست، توش وسعت هست، توش وسعت، بله، هم اونایی که 20 رکعت میخونن بالاخره برای اون، برای خودشون دلیل دارن و دلیل برای اون هست، بله، همینایی که 8 رکعت میخونن یعنی به جون هم نیفتن، بله، به خاطر درست نیست که نمازی که سنت هم هست سوابق نیست. کسی حالا به هر حال کسی که وارد مسجد شده و نمازش خونده با امام شد، سنت رو به جا آورده، تموم شد، این تو نیست که حتما میباسه بره مسجد جای دیگه نمازش رو بخونه. بله. میخواست حالا وقت داره، میخواد بیشتر بخونه در منزل، میتونه کامل بخونه در منزل، بیشتر از این بخونه مانع ایجاد نمیکنه. و این تو نیست که اگه 8 رکعت خونده بیشتر حق نداره بیشتر بخونه، نه. جزاک الله خیر. دکتر سال آقا مهدی از آذربایجان، ایشون فرمودن نقل قول از کسی که به کذاب بودن یا دروغگو بودن مشهوره، انسانی که بالاخره همه میدونن این دروغگوست، بله، اگه یه حرفی زد ما از اون این حرفو نقل قول بکنیم که این فلانی دروغگو این حرفو زده، بله، این شرعاً چه حکمی داره؟ معمولا در علمای ما و فقهای ما از قدیمن افرادی که حالا به دروغ مشهور بودن در نقل قول به هیچ عنوان اعتماد به حرف اینا نمی کردن و شهاده اینها رو معتبر نمی دونستن و احادیث اینها رو اصلا اون رو رد می کردن، به وجود ولو که حدیث به هر حال صحیح می بود، اما در سلسله سند اگر ایشون به هر حال ذکر می شدن، در این شخصی به هر حال که متهم است به کذب‌گویی در سند قرار می داشت، اون حدیث رو رد می کنن و رد کردن و بهش اعتبار نمیدن، حکم بر اساس اون به هر حال صادر نمی کنن، بعد و اون رو یک مرجع نمیدونن اون حدیث اصلا. پس شخصی که کذاب هست و مشهور است به کذاب بودن، صداور نیست که به شهادات وی همچین اعتماد کرد و نقل قول از ایشون هم طبعا درست نیست، مگر اینکه حالا یک گواهی وجود داشته باشه، حقی وجود داره درش خلاف هست و کسی غیر از اون نباشه که شهادت بده. اما بنابه قاضی میتونه به هر حال تشخیص بده به اون شهاده اون که این حق مال این هست یا مال اون هست، بله. و یعنی ادله‌ای داره، آثاری داره که این شهاده اون رو چیه به اثبات برسونه. در این صورت برمیگرده به قاضی که شاید میتونه چیه اعتماد کنه رو خودش. جزاک الله خیر. دکتر سال آقا عابد از آلمان، ایشون فرمودن که در افغانستان رسم بر اینه که شخصی که فوت میکنه به بالا سرش میان قرآن میخونند و آیا شرعاً چون این کاری جایز فوت میکنه؟ ایشون فرمودن قبل از اینکه حتی به قبرستون، یعنی بله، تو خونه گذاشته شدن، تو خونه بالا سرش قرآن میخونه، بله. این شرعاً آیا اصلی داره؟ ببینید، این عمل ثابت نشده که وقتی که کسی فوت کرده باشه حالا بخوان قرآن بالا سرشو بذارن، در منزل باشه یا در قبرستون باشه یا در هر جای دیگه، بله، و قرآن برای چنین چیزی نازل نشده. بله، قبل از این که فوت کنه در حال به هر حال سکرات موت هستن، بله، اومده روایت اومده که به هر حال برای تلقین دادنش یا اینکه قرآن میخونن تا اینکه میگن که اون زمان زمانی است که شیطان باز نزدیک میشه و میخواد که اون رو از نطق به شهادتن منع کنه و اینکه به هر حال به قول مشهور ایمانشو بدزده، و قرآن میخونن تا اینکه حالا تبرک نازل بشه و برکت نازل بشه و رحمت نازل بشه و ایشون انس بگیرن با قرآن خوندن در اون ایام شاید بگیم. اما اینکه بعد کسی که فوت کرده باشه حالا کسی بیاد تا سوره یاسین بخونه یا سوره دیگه بخونه، اینا چون چیزی این وارد نشده، بلکه اون چیزی که برای میت، ببینید ما از احکام شریعت هم میتونیم این استنباط کنیم، بله، وقتی انسان فوت کنه اون چیزی که مشروع هست
نماز خوندن بر آن میت هست که فقها بالاتفاق گفتن که منظور از نماز خوندن یعنی دعا کردن برای میت. ببینید نمازی است که رکوع نداره، سجده هم نداره، به جز همون سوره فاتحه آیه قرآن دیگه نداره. پس منظور از نماز چی هست؟ دعا کردن. خیلی از فقها درباره وضو گرفتن، وضو داشتن برای نماز اختلاف دارن. بعضی گفتن که اصلا نماز میت وضو لازم نداره، زیرا که نماز نیست آخه. خیلی از فقهای مذهب هستن که نماز میت رو پس لازمه اون وضو نیست، از شرایط صحت وضو نیست آخه، زیرا که منظور از نماز چیه؟ دعاست. پس دعا شما میتونید هر لحظه ای شما دعا کنید. پس مشروع دعا کردن اون چیزی به میت نفع میرسونه، این که ما از خداوند عز و جل بخوایم که به هر حال اون رو مورد عفو و مغفرت خودش شامل قرار بده. این مطلوب هست برای میت، نه اینکه حالا ما حالا برکت نازل بشه میت چه فایده میبینه الان. میت در گرو اعمال خودش هست، هر دستاوری که در دنیا داشته باشه خودش قرآن میخوند قبل از که فوت کنه. بله زکر الاخرتون. دکتر سال آقا عبدالرحمن از آلمان، ایشون فرمودن من پدرم در افغانستانه و حالا خودم تو آلمانم، عید قربان فرا میرسه، میخوام قربانی بکنم و وضع پدرم خوب نیست، وضع مالیش، و من میخوام قربانیمو بفرستم افغانستان، اونجا یعنی قربانی بشه. آیا این قربانی رو برای من و پدرم حساب میشه با هم؟ اصلا نیت این قربانی چجوری؟ آیا باید برای خودم قربان؟ آیا اولا اصلا جایز این کار رو کرد؟ و بعدن اگه جایز باشه به نیت قربان، به نیت خودم باید قربانی کنم یا به نیت پدرم، یا چگونه است؟ اولا من این سوالش میتونه چند سوال باشه در یک سوال. اولا سوال این که ایشون در جای دیگه زندگی میکنن، پدرشون در جای دیگه. بله. فرستادن قربانی از اون محلی که خودشون هستن به محل دیگه، این مشروع هست یا نه؟ اولا سنت اینه که انسان در هر محلی که داره زندگی میکنه این شعار اسلامی رو احیا کنه و این سنت رو به جا بیاره تا دیگران عبرت بگیرن، دیگران یاد بگیرن. ده. و این شعار شعاری باشه تا اونا یاد بگیرن از عمل شما به این سنت نبوی، پس و اونها به عظمت اسلام چیه پی ببرن، از به احکام اسلام به هر حال چی یاد بگیرن، احکام اسلام از شما، از این اعمالی که ما شما داریم انجام میدیم. پس سنت اینه که انسان در اون منطقه‌ای که داره زندگی میکنه این سنت رو احیا کنه، این شعار اسلامی رو زنده کنه تا اینکه دیگران یاد بگیرن، مسلمانایی که هستن، حالونایی که نمیدونن و غیر مسلمانایی که هستن بازم چیه به هر حال پی ببرن به عظمت اسلام و به دستورات اسلامی و به شعارات اسلامی چیه به هر حال توجه کنن و یاد بگیرن و شاید سبب بشه به تحقیق و به هدایتش. بله هدایت بشن ان شاء الله تعالی. این اصل سنت اینه. بله حال اگر به نظرشون حالا ایشون دارن افرادی دارن در منزل دیگرانی ها بر قربان میکنن، این شعار احیا شده، حالا فکر میکنه که اونای پدرشون که در اونجا هستن کسی نیست براشون این عمل انجام بده، ایشون قصد دارن که این سنت رو در اونجا احیا بشه، زیرا که به هر حال فقر و بیچیزی باعث شده که این سنت اونجا از بین بره و میخواد این احیا کنه، مانعی نداره، ممنوع نیست، جایز هست. جزاک الله خیر. زنه سوال داریم. بله آقا موسا پشت خط. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا موسا از ایران بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشه آقا موسا. خدمتتون سوالی داشتم، چند تایی زحمت شو بکشید جواب بدید. یکی شستشوی اعضای وضو بعد از وضو مخاطبون اشکال داره یا نه؟ دومی سال سبون قدوسان رب الملائکه و رو در سجده آیا جزء سنت است یا نه؟ بلکه نماز اول هر ماه اینم جزء سنت هست یا خیر؟ بعضیش هم نماز چی آقا؟ خدا پناه برد. آقا موسا نماز چی فرمودید؟ نماز اول هر ماه بله. آیا جزء سنت هست یا نه؟ بله. و سوال آخرتون؟ چگونه میشه به خدا پناه ببریم؟ آیا با اعوذ بالله گفتن به خدا پناه برده میشیم یا رای دیگه هست؟ بله آقا موسا سوالتون واضحه. دست شما درد نکنه. تشکر از تماستون. الله یار و نگهدارتون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا سعید از کرج بفرمایید. آقا سعید بفرمایید. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشید آقا سعید.
تشکر، بفرمایید. متشکرم. جناب استاد، خواستم بگم که فهم احکام خودش یک بحثیه که خیلی میطلبه که هم شما و هم کارشناسای دیگه برنامه به این مطالب بپردازن. اتفاق افتاده که بعضی از عزیزان چون یک مطلب رو خوب بهشون توضیح داده نشده و مطلب رو خوب نگرفتن، رفتن اون حج با اشتباه انجام دادن. چند مدت پیش یکی از آشنایان یک نذر میکنه مبنی بر این که یک گوسفندی رو قربانی کنه. بعد رفته بوده پیش یکی از بزرگوارا، گفته بوده من این نذر رو دارم. خب ایشون گفته بوده باید بریم قربانی کنی. بعد این میره گوسفنده رو میخره و میاد که این گوسفنده رو ذبح کنه، این خود بد برداشت کرده بوده و قبل از این که گوسفنده رو ذبح کنه این قربانی رو کرده بوده. یا یه حکم دیگه قبل از این که گوسفنده رو ذبح کنه چی آقا سید؟ آخر سوالتون واضح نبود دکتر. آقا بیننده رو داریم پشت خط. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا احمد از اهواز بفرمایید. آقا احمد گرامی از اهواز بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. الو. سلام علیکم و رحمت الله. آقا احمد صداتون هست، بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید آقا احمد. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا احمد اگه لطفی کنی صدای گیرندتون رو ببندید تا صدای ما رو بهتر بشه. تشکر آقا احمد، بفرمایید. در خدمت شما هستیم. جناب استاد، خواستم از محضر شریفت بپرسم که از استاد دیاری عزیزی که حکم پدری که در واقع از لجهت فقهی حکم یک پدر، حکم یک شخصی که به دختر خودش تهمت فحشا نعوذ بالله بزنه، در واقع یک پدری هم من میشناسم که به دختر خودش تهمت فحشا و زنا زده، خواستم حکم چنین شخصی رو بپرسم. تشکر آقا احمد، سوالتون واضحه. تشکر از تماستون. سلام علیکم و رحمت الله. آقای کاظمی بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای کاظمی سلامت باشید، تشکر. بفرمایید آقای کاظمی. زنده باشید. تشکر، بفرمایید. استاد، با توجه به اینکه در فقه فرمودید نمیشه شهادت کسی که کذابه رو قبول کرد، چطور ابوبکر آقای کاظمی؟ الو. چطور؟ بله بفرمایید آقای کاظمی، بفرمایید. الو الو، روی خطی شما، صداتون هست. بله بله استاد، ببخشید بنده سوالمو میخوام بگم، شما چرا صدامو قطع میکنید؟ بفرمایید آقای کاظمی، بفرمایید، صداتون هست. سلام، بفرمایید. بله بفرمایید. سوالش بنده بنده عرض کردم در فقه فرمودید نمیشه شهادت کسی که کذاب است را قبول کرد. بله. چطور ابوبکر شهادت عبدالله ابن عبیر رو پذیرفت و قبول کرد عایشه مرتکب فحشا شده؟ در بخاری اومده. همچین چیزی نیست آقای کاظمی، دروغ محضه و دروغ صد درصده. بله. آقای موسوی از اهواز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. آقای موسوی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای موسوی بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید، تشکر. سوالتون رو بفرمایید. ببخشید شما تازه گفتید که روایت ابوبکر دروغ است، من میخوام روایت نندگان عزیز، میان برنامه ای را با هم خواهیم دید و باز خواهیم گشت.
عزیز محترم شبکه جهانی نور، دکتر سوال آقا مصطفی از شیراز، سوال اولشون ایشون سوالشون این بود دکتر که اگه انسان که میخواد نماز بخونه اذان نماز آیا از بلندگو بشنوه مشکلی نداره، یا اینکه باید حتما اذانو به صورت بدون بلندگو، یعنی کسی بیاد حالا صدایی به صورت طبیعی بدون بلندگو باید شنیده بشه، با اینکه ما میبینیم الان دیگه اذان همه بیشتر با بلندگو هست. من سوالشون رو به دو گونه میتونم جوابشون بدم. اولا سوالش یعنی مفهوم سوالشون اینه که یعنی اون مفهوم اول برداشت من از سوالشون اینه که آیا با مجرد اذان گفتن اینکه انسان صدای اذان رو بشنوه میتونه نماز بخونه، که حتی این مفهوم اولی هست، شاید مفهوم دومش ایشون مورد نظرشون بود البته. این یک، یا اینکه بگیم اگر انسان بخواد نماز بخونه میخواد سنت اذان را به جا بیاره، اکتفا میشه کرد به همون اذانی که داده شده، یا اینکه خودش هم برای خودش سنت که اذان بگه. یعنی دو مفهوم میخوام خدمت شما عرض کنم. بله. ببینید اذان در اصل اون چیزی که فقها گفتن و بیان کردن، اذان در اصل شعار اسلام هست برای دخول وقت، اینکه به مسلمانان گفته بشه که الان وقت نمازی که حالا اذانش داده شده چیه؟ رسیده، یعنی اعلام دخول وقت نماز برای مسلمان است. بله. بله این از این جهت. اما اینکه کسی که میخواد نماز بخونه آیا سنتی که اذان بده برای خودش، بعضی از فقها گفتن که سنت است، معنی داره که برای خودش سنته که اذان داده بشه. یعنی دکتر منظورتون کسی که تکی میخواد نماز بخونه، تکی بخونه، بعضیشون گفتن مثلا تو صحرای بیابونی، اصلا تو صحرا اگه باشه که طبعا سنت است و بله. که لااقل افرادهایی که اون طرفا باشن صداشو بشنون و باز به دخول وقت چه پی ببرن. بله. این سنته، اما اقامه مؤکد تره برای افراد و برای جماعت. حتی کسی که تکی هم نماز بخونه سنتی که چه واسه خودش چه در نماز، در نماز واجب بر خودش اقامه کنه. اما از آن دیگه نه، چون عموما اما قداد مانی نداره. جزاک الله خیر. و شنیدن اذان از بلندگو مورد کفایت نده. فقط زیان اعلام هستی. بله. کفایت خیر. بلندگو بالاخره جزء لوازم امروزی ابزار یک از اون استفاده میشه. حالا خیلی ها برداشتشون دکتر از بدعت، خیلی ها میگن که شما میگید این بدعت، این بدعت، پس بلندگو هم بدعته. پس من یادم دکتر یه حاج آقای اومده بود تو منطقه ما یه زمانی، بالاخره صحبت میکردیشون و گفت که این وهابی ها میگن این بدعت و این بدعت و این بدعت، دستگل جلوی ایشون بود، دستگل رو پرت کرد گفت بس این هم بدعته. یعنی ایشون نشون میداد که هنوز معنای شرعی بدعت رو نفهمیده. و بدعت دکتر اگه توضیح در مورد مفهوم بدعت بدید. بدعتی که فقها میگن خیلی دکتر به خاطر این گفتم، چون تو سال آقا مصطفی خیلی یعنی این اندیشه رو دارن، این برداشت رو دارن که استفاده از ابزار روز برای حالا رسوندن پیام حق، برای حالا یکی روی میکروفون تو مسجد میاد سخنرانی میکنه، بعضیا این برداشتو دارن که میگن پس اینم بدعته. چطور مفهوم سیه بدعت؟ ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره بدعت فی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یعنی بدعت یعنی در امور دین، در عبادات، چیزی انسان رو یک عبادت به شمار بیاره در صورتی که اصالت نداشته باشه. بله. این میشه بدعت. اما در امور زندگی و وسایلی که انسان به هر حال به کار میگیره در برای رسوندن به هدف، برنامه‌ای که ما داریم دیگه. بله. همچون برنامه‌ای نداریم. دوربین و بالاخره و لپتاپ و استفاده از اون وسایلی که خداوند قرار داده که بشر بعدها بهش علمش به این حد رسیده و به کون و بودن آنها پی برده و آن رو تونسته در خدمت خودش قرار بده. این وسائل هست، این بدعت به حساب نمیاد. بدعت ببینید مثلا شما کاری کنید و فکر کنید درش اجر هست، مثلا حالا رفتن به حسینیه در ایام مشخص، 40 حسینی مثلا، این میگیم بدعت. چرا شما معتقد میدونید چرا؟ کاری به حضرت حسین نداره رضی الله تعالی عنه، ایشون شباب اهل جنت هستن به اعتقاد اهل سنت و هر کسی هم درود بر اون نفرسته و به آل رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمون نیست اصلا، حالا چه شیعه باشه چه سنی، کسی که با اونها کینه و دشمنی داشته باشه. بله، کسی کینه داشته باشه، هر کسی که صلوات نفرسته اصلا براشون. ببینید صلوات فرستادن بر آل محمد صلی الله علیه و سلم در نماز واجبه، در رکعت آخرش، در تحیاتش واجبه، واجبه. پس کسی که نفرسته اصلا نمازش درست نیست.
ببینید، پس ربطی که ما بگیم اربعین حسین منظور دینه، منظور دینه، ربطی به حضرت حسین و حضرت حسن و حضرت فلان نداره. میگیم که اون چیزی که الان به وجود آوردین شما این اصالت شرعی نداره. بله، جزء دین این بدعت به حساب میاد، جزء دین، شما جزء دین قرارش دادین. بله، در صورتی که حالا کاری بیش نداریم که تمام اون حرکاتی که داره صورت میپذیره خلاف شریعت هست. رسول الله صلی الله علیه و آله که از ما نیست کسی که به سر و سینه خودش بزنه، کسی که لباسش پاره کنه و و و بله، این از ما نیست، از ما نیست، یعنی مسلمون نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید ببینید ما میگیم این اعمالی که الان بوجود، حالا چی سنی باشه چیه باشه فرق نمیکنه، فرقی نمیکنه. فعال سنی بیاد ایاب شهادت حضرت عمر این کارو بکنه، حضرت وفا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، بازم میشه همون حال، همون خلاف 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 سببش هر چی میخواد باشه و هر کسی میخواد اون رو در نظر بگیرن، این بدعت به حساب میاد. ببینید نمازهایی رو مخصص کنه، مثلا شب 15 شعبان این نماز فلان در شب 15 شعبان، رسول الله اصلا در شب 15 شعبان نماز به خصوصی نخونده، همون نماز عادت همیشه بوده. پس در حقیقت دکتر اینو میشه گفت که بدعت در امور عبادیه، در عبادت، در اگه عبادته. شما چیزی رو بیاری و جزء دین و عبادت اینو تلقی بکنی و براش به این معتقد باشی که این اجر و ثواب داره، این میشه بدعت، این میشه بدعت، در حالی که این جزء دین نیست و هیچ بلد. دلیل شرعی صریح و صحیح براش وجود نداره، زیرا که عبادات توقیفی هست. ببینید در اصل من و شما براءت هستیم، یعنی بری هستیم، هیچ حکم تکلیف برای ما نیست مگر اون چیزی که شریعت آورده و بگه. مثلا ما نماز در اصل برامون واجب نبوده، شریعت مونده 5 نماز رو در یک روز برامون واجب کرده. درسته، پس ما مکلفیم برای این 5 وقت، نه بیشتر از این. ما در اصل مکلف نیستیم برای روزه گرفتن مگر ماه رمضان که الان شریعت برامون آورده. پس ما در طول سال یک واجب در روزه داریم، اونم چیه؟ ماه رمضان. بنابراین و الا در اصل ما بری ذمه هستیم، درسته؟ برات ذمه اصلی، در اصل، درسته؟ خواهد. پس این واجب ها اون چیزی که شریعت آورده ما بیبسی براش انجام بده. این عبادت که شریعت آورده ما باید بهش تمسک بجویم، نه اینکه از خودمون در بیاریم. به همین منظور گفته شده نذر درست نیست، بعد گفت نذر مکروه. یعنی چی؟ یعنی خود رو ملزم کردن به یک عبادتی که شریعت برای تو قرار نداده. شریعت رو ملزم به اون نکرده. بله، مگه تو کی هستی که برای خودت تشریع بکنی؟ درست، تو شارع نیستی. گفتم بله، شارع نیستی آخه. اما از اونجایی که عباداتی که در اصل در شریعت مقرر شده شما میخوای اون رو برای خودت اضافی قرار بدین، حالا خداوند میگه که خب بذار بارشو بکشه، خودت برای خودش کرده دیگه، باری نداره. اما علما اینو گفتن چیه؟ از حالت کور خارج نیست. بله، جزاک الله خیر. دکتر قسمت دوم سوال آقا مصطفی شون فرمودن که آب بینی، اگه حالا ایشون فرمودن که بعضیا میگن که آب بینی نجسه، آیا آب بینی واقعا نجسه؟ ببینید اون ترشحاتی که از بدن انسان خارج میشه، حالا آب بینی باشه، عرق باشه، اینها چیه؟ نجس نیست. فقط انسان، فطرت انسان، فطرت سلیم انسان اون رو به هر حال خوشش نمیاد، اون رو تمیز نمیدونه، نه اینکه نجس میدونه، ازش خوش نمیاد. مثلا که وقتی که به هر حال کسی بگه که آب بینیش داره میرسه به دهنش، یکم حالتش بد میشه، درسته؟ ازش خوش نمیاد. اما این نجس نیست، زیرا که خود انسان نجس نیست آخه. فاز اون ترشحاتی که از بدن انسان خارج بشه بعد، اما بول و غائط که انسان از برها از مخارج خاصی خوش داره، این بله، اینها نجس هستن، درست نیست. اما و اون چیزی که از مجرای بول خارج میشه، مزی و وزی، حالا کل حال ودی بگن ها به اسمای مختلفی که داره، اینها هم نجس هستن. اما غیر از اون چیزی گفتن نجس نیست، نه برها آب بینی و نه آب دهن و نه عرق و نه دوم اشکی از چشم میاد، اینا نجس نیست. سکل آخرت دکتر سال آقا موسا، آقا موسا البته چند سال داشتن، سال اولشون اینه که شستشوی اعضای وضو بعد از وضو، حالا دکتر کسی بیاد وضو بگیره، بله، بعدن میره حالا به تو خاکی چیزی پاش میخوره، خاکی میشه، دوباره بیاد این اعضا وضو رو به هر نحوی، بله، یا نجاست چیزی روش بیفته دوباره بشوره، موردی داره؟ نه خیر،
بعضی حالا ملاهایی که عالم نیستن فقیه نیستن بله. برای اینکه میگه کسی که وضو داره دیگه نباید وضو بگیره مگر اینکه بره وضوی خودش رو باطل کنه بعد وضو بگیره. یه فلسفه‌ای میبافن البته، اما چون چیز نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله معمولا صلوات ربی و سلام علیه معمولا برای نمازها برای هر نمازی وضو رو میگرفتن، با وجودی که ایشون وضو داشتن وضو رو میگرفتن تا اینکه هر نمازی با وضوی خاص خودش به هر حال خونده بشه. و به هر حال میگن نور علی نور، انسان تطهر به هر حال به جا میاره، پاکیزه میشه، بیشتر مانی ننده سنت رو به جا آورده. سوال آقا موسی قسمت دوم سوالشون، دکتر ایشون فرمودن که صبوح قدوس رب الملائکه و روح تو نماز گفتن جز سنته؟ ببینید از کارهایی که در نماز هست، از کارهایی است که مختص در رکوع هست، مثل سبحان ربی العظیم و در رسول الله صلی الله علیه و آله تعظیم بدارید خداوند رو در حالت رکوع. سبحان ربی العظیم این در سجده گفته نمیشه. بله از کاری است که در سجده هست در رکوع گفته نمیشه، سبحان ربی الاعلی ذکرش در سجده هست. سبحان ربی العظیم در بله. سجده بله. سبحان ربی الاعلی بله. اما اون از کاری هست که مشترک، یعنی هم شنیده شده از رسول الله صلی الله علیه و آله در رکوع و هم در سجده که ایشون این اذکار رو میگفتن، مثلا همین سبحان بله سبحان الملک القدوس، قدوس الصبوح ربنا ورب الملائکه والروح، قدوس الصبوح رب الملائکه والروح، سبحانك اللهم بحمدك. پس در سنت ثابت شده این است. ثابت شده بله هست که این مشترک هست، هم در رکوع هست و هم در سجده هست. بله جزاك الله خیر. دکتر سوال سوم آقا موسی ایشون فرمودن که آیا نمازی در اول هر ماه داریم؟ نماز سنتی که به عنوان نماز اول هر ماه باشه. همین رو میگم که برمیگرده به بدعت. ببینید چنون چیزی نیست که بگیم حالا هر سنت به هر حال و در روایت اومده، هرچند که بازم قیل قال هست در نحوی چیزش که انسان وقتی که هلال هر ماه رو میبینه به هر حال انسان دعا میکنه و از کار خصوص به خصوصی هست، اما نمازی به خصوصی ما وجود نداریم که در اول هر ماه نماز داشته باشیم. نماز مشخص هست، نماز فرد پنج وقت هست، نماز سنت مشخصه، نماز تطوع و نفل وجود داره هر زمانی که شما میخواهید، بجز در زمان نهی علی کل حال که هست اینا وجود داره. اما بگیم که سنت هست، در سنت اومده که نمازهای خاص هست با مثلا اول هلال هر ماه، چون چیزی وارد نشده در اصل شرعی. والله اعلم. دکتر سوال چهارم آقا موسی ایشون فرمودن که چگونه میشه به خداوند پناه ببریم؟ آیا فقط گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کفایت میکنه یا اینکه برای پناه بردن به خداوند راههای دیگه ای هم هست؟ از کارهای زیاد اومده. یکی از کارهاست که طبعا اینو ببینید در قرآن هم که اومده دیگه. بله. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. درس الروايات اومده اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اومده اعوذ بكلمات الله التامات من كل و اذكار مختلفه مختلف اومده. اما اون چیزی که در راس هر چیزی قرار داده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و این اذکاری است که وارد شده و درست است. بله جزاك الله خيرا. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. سوال آقا سعید از کرج این بود دکتر که میگه شما گاه شاید چیزهایی رو حالا سوال شرعی از شما بله در احکام سوال شرعی از شما بپرسند و بله بیننده بیاد اشتباهی اون حکم رو بفهمه و اشتباه بهش عمل بکنه، آیا دکتر اینجا بله حالا میدونم ایشون هدفشون چی بود؟ البته آقای سعید زیاد لف و دور میدادن، البته نمیدونم بگیم دکتر یعنی کسی بیاد بله. یه حکم شرعی که حالا یک فقیه میگه یک بله. عالم میگه رو اشتباهی بفهمه و اشتباهی بهش عمل بکنه. بله مانع ایجاد نمیکنه، مانع ایجاد نمیکنه به هر حال. به هر حال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بله طبیعی این عذره نفهمیده به هر حال، حالا اگر اشتباه بله. کرده باشه مانی جدا میکنه، حتی مجتهد هم که اشتباه کنه در اجتهاداتش باز کنه نداره، چه بس چه رسد اینکه حالا یک فردی حتی اصلا یادم است ایشون برادر آقای سعید که این صحبت بله. کردن که ایشون پرسیدن از حکم قربانی کسی نذر کرده بوده یا قربانی
و بعد بهش گفتن که خب باید نظر تو ادا کنی و این رفته حیوانی رو به هر حال خریده و بعد حالا فکرم نفهمیدم بعد چی گفت آخه خب دیگه صداش قطع شد از ما. خب درست دیگه ایشون به هر حال نظر کردن که جناب علی آقای سعید عزیز ما نظر کردن که به هر حال یک حیوان رو سر ببرن، نه نظر کرده این رو درست خیلی خوب نظر کرده که باید به نظر خودش وفا بکنه دیگه، این واجبش هست، خودش بر خودش واجب کرده. ما الان صحبت کردیم که انسان در اصل مکلف نیست نسبت به خیلی چیزها، درسته؟ مگر اون چیزی که شریعت بهش تکلیف داده باشه. حالا اینجا خودشون مکلف کردن به این امر، خب میبایست این رو به جا بیاره دیگه، باید به جا بیاره، بله باید بره بخره و به هر حال چی این امر حتی اگر رفت خرید هم و در راه به هر حال این تصادف کرد و این حیوانش از دست داد، بله ازش ساقط نشده چون تعیین نیست آخه، متوجه هستید؟ باید برگرده و یک دیگه بخره، یعنی به هر حال باید به نظر خودش وفا بکنه، بله و عمل کنه، حتما جزاک الله خیر. مگر اینکه تعیین کرده باشه، بگین اگه تعیین کرده باشه مثلا بگی که من این گوسفندی که دارم مشخص کنه این گوسفند میخوام قربانی کنم، نذر کردم که به هر حال گوشتشو به فقرا تقسیم کنم، مرد از بین رفت، یعنی اگه جنس خاصی، حیوان خاصی، گوسفند خاصی رو تعیین کرد، تعیین کرده باشه که همین گوسفند خب مرد دیگه، به هر حال نرسید به اون رزقش نبوده دیگه، اینجا معنی نداره، شما دیگه برای عزمه شدید، گناه ندارید، جزاک الله خیر، مسئول هم نیستید. تماس بیننده ای رو داریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا عبید از آلمان. باز زحمت دادم، سلام علیکم و سلام. من گفتم یک سوال دیگه داشتم، اگر مثلا پدر ما فوت کرده، بله من دو رکعت نماز نفل بخونم بگیم ثوابش بر روی پدر میرسه، بله آیا این جایز است؟ یک سوال. و اگر بله کسی مثلا دو سه نفر ختم قرآن میکنن میگه ثوابش بر روی میت برسه، این ثواب این میشه نمیشه میچین؟ بله ختم قرآن و فرستادن ثوابش بر روی میت مایت یکی، بله و یکی مثلا دو رکعت نفل میخونی میگه ثوابش بر روی یک مایت هم میگه، بله واضحه. سال اولتون واضحه، سال دیگه هم دارید آقا عابد؟ دو سوال بود از من. بله بله متوجه شدیم، سوالاتون دوتا. نه نه تشکر زحمت شما، تشکر آقا عابد، ممنون هستم از الله یارو نگهدارت. دکتر سوال آقا احمد از اهواز، دکتر سوالشون این بود که شون فرمودن که پدری که به دخترش تهمت فاحشه بزنه شرعاً چه برخوردی با اون میشه؟ بیندی مسئلهش یکم گیج کننده است. البته چه پدری میاد برای فرزندش، بله تهمت خیلی بعیده که، بله که به هر حال مگر این که به حدی برسه اعمال یا این که پدر به هر حال از رده مکلفین خارج باشه، یعنی که دیوانه باشه، یا اینکه بله این کارو نمیکنه، یا اینکه دختر به حد رسیده که پدر مجبور شده به هر حال چیه این الفاظ رو از دهن اجازه بده که از دهنش خارج بشه، ولی طبیعی است که حیثیت و آبرو و عرض هیچ احدی به نظر من از پدر براش نزدیکتر نیست که بخواد بچه‌هاش رو نسبت بده که اعمال بد رو نسبت بده به بچه‌هاش، بله چون آبروی بچه آبروی خودشه، آبروی خودشه، یعنی در اولویت آبروی خودشه، خب اون اصله، بله اونا فرن، اونا فرش هستن خب، بله این برمیگره به خودش، جاست که اولا تهمت به هیچ احدی جایز نیست، تهمت به هیچ احدی واجب نیست، اینجاست که شریعت اینقدر برای جلوگیری از این عمل اینقدر بگم که شروط گذاشته و احکام قوی و سخت قرار داده، بله تا اینکه مردم رو باز بداره. ببینید شخص تهمت اگه بزنه طبعا چی میباته شلاق بخوره دیگه، و احکام حد براش جاری بشه، بله و افرادهایی که همانند آقای کاظمی که فکرم کاظمی بود اسمش دیگه تماس بله گرفتن اینا که الان ان شاء الله من آیه قرآن رو براش میارم، این الفاظ رو بخواهند به هر حال به زبان بیارن، این هم اینا هم باید شلاق براشون جاری بشه، حتی نسبت به افراد مثل خودشون ها، بله اما نسبت به همسر بله رسول الله صلی الله علیه و آله، اما نسبت به همسر رسول الله صلی الله علیه و آله که اینا از دایره اسلام خارجشون میکنه، زیرا که اینا الان من آیه رو براتون میخونم زمانش برسه ان شاء الله تعالی، مخالفت بله با قرآن با میدونم که اینها یا اینکه مسلمان نیستن اینا که تماس میگیرن این حرفا رو به زبان میارن، من که شک دارم در ایمانشون، خب
طبیعی است که من آیات رو میخونم ان شاء الله براتون نمیخوام وارد مسئله پنجاب سال برادرمون بدم. اولا چون که اولا کلاکارها اینا مسلمان نیستن، فقط میخوان اذهان مسلمانا رو تشویش کنن به هر حال با این ایراد همچون مسائلی که چه دکتر تهمت هایی که اگر... اینا میزنن به دکتر ببخشید تو کلامتون یعنی به دشمنان این دین این اهانت ها رو نمی کنن به رسول الله صلی الله علیه و آله، دشمنان اونایی که کافرن یعنی واضحه که حالا بالاخره غیر مسلمانند نمیان، حالا میگم ما به دین شما ایمان نمیاریم دیگه، این اهانت ها در لباس اسلام در اومدن، این اهانت ها به پیامبر روا داشتن، به همسر رسول الله، به بهترین یاران رسول الله، یعنی اینها از کجا اومدن اصلا؟ این چه برداشتیه؟ یعنی خیلی عجیبه دکتر. حالا صداوار که ایشون به هر حال مراجعه کنن و سوره نور رو بخونن از همون آیه 11 همش تا 24 همش کلن که در این واقع بهش اشاره کرده، ببینند اونهایی که این امر رو به هر حال بهش به هر حال به زبان میارن و اینها حکمشون چی هست در قرآن و قرآن رو چطوری معرفی کرده و اینها غافل نشن از اینکه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اینها کسانی است که خداوند عذاب دردناک رو به وعده عذاب علیم به اونها رو بشارت داده به عذاب دردناک یعنی جهنم. بله درستی. و در جای دیگه لعنوا في الدنيا که المؤمنون الغافلات رو دارن متهم میکنن چه لعنوا في الدنيا، اینها چه ملعون هستن در دنیا. بله ولی به هر حال خدمتتون عرض کردم که من شک دارم که ایشون مسلمان هستن، چون مسلمان نیستن احتمال زیاد که تماس میگیرن فقط برای از تشویش اذهان که به هر حال ایشون از این رده خارجن دیگه. و زیرا که خداوند در قرآن به نص قرآن میفرمان یعدکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، خداوند شما رو چی موعظه میده که به این چیزا برگردید، به اینها به این دامن بزنید. این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید مؤمنید یعنی چی؟ کسی که برمیگرده مؤمن نیست دیگه. من عرض کردم اینا موجود مسلمان نیستن اینا، تو جهسین بله. و این جهل اینجا چیز نیست، البته این عذر نمیشه که بگه کسی بگه من حالا طرف جاهل بوده، جهل عذر نیست، بلکه همون افرادی که خیلی افرادا چیه حد براشون جاری شده و نسبت این افکار که داشتن و اون کلامی که داشتن رو نقل کردن طبعا چیه برایشون جور شده. حالا کل حال برادرمون که سوال کرده بودن نسبت به این تهمت، گفتم که تهمت طبعا لاسیه، خصوصا این تهمت اگر به اقربا باشه گناهش بیشتر هست و جایز نیست. حالا حکمش ما اهل کسی نیست که بتونیم حکم جاری کنیم، ایشون میتونن به دادگاه مراجعه کنن، اما حتما یه چیزی هست که این پدر مجبور شده این حرف رو چیه به زبان بیاره نسبت به دخترش. الله حول ولا قوه. آقا عبدالله از ایران بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا عبدالله شما مجری و کارشناستون، شبتون بخیر. وعلیکم السلام. شب شما. من یکی دو بار تماس گرفتم خدمت برنامه‌تون، تماس سوال منو نذاشت کامل بشه، قطعم کرد. باشم بفرمایید آقا عبدالله. من کامل بشه بفرمایید بعد ما صحبت ببینید. ما ادعا میکنید که اصلا بزرگ سکونت هستین و وحابیتی وجود ندارد. من دو تا سوال از شما کنید که وحابیت روی آن هست. ببینید علمای که شما آقا عبدالله قبل از این که شما محترمانه بالاخره اومدید میگید من سوال میکنم، خواهشن قبل از سوالتون حکم نکنید شما سوالتون رو بفرمایید و انشالله ما سوال شما رو گوش خواهیم کرد. صحبت من کامل بشه، پریدم وسط صحبت صورت مقابله شما اتهام میزن. اصلا نگاه کنید، شما حالا اول صحبتتون اینگونه شروع کردید که شما که جزو اهل سنت نیستید، یعنی شما میخواد اینو وانمود بکنید که شبکه‌های توحیدی جزو اهل سنت نیستن، جدا از اهل سنتن و چیزی که ما میگیم حالا خارج از اون چیزی که اهل سنت میگه، که این کذب محضه. خود اهل سنتی که الان دارن این شبکه ها رو میبینن و گوش میکنن اینو به وضوح میدونن، یعنی خیلی واضحه، از خورشید هم واضح تره که حرف شما دروغه، یعنی یک ادعای بیهوده ای است. حالا بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. ببینید نه خیلی از اهل سنت هم اعتراض میکنن. ببینید جناب آقای شیخ احمد طیب، جناب آقای علی جمعه، ایشون چند و علمای دیگه، علمای داخل ایران هم هست،
زمان ببرم. چندین بار فدای وقت گرفت. آقای شیخ احمد سعید فهم آقای عبدالله شما خب شما میگید علیه وهابیت موضع گرفتن. واضحه. این وهابیت شما برای ما میتونید تعریف کنید یعنی چی؟ میذارید من صحبتم کامل بشه شما خب اگه شما نه شما الان میرید من میدونم شما از یک سوال شروع کردید میرید شاخه به شاخه میپرید شاخه به شاخه پریدن درست نیست آقا احمد آقا عبدالله بذارید این قسمت اول ما با هم به توافق برسیم اولا شما وهابیت رو برای ما تعریف بکنید شما میگید فلان عالم و فلان عالم و فلان عالم و علمای داخل ایران گفتم وهابیت این وهابیت چیه بله وقتی شیخ احمد طیب فرمودن که وهابیت پیرو و احمد ابن حنبل نیستن بله پس کیان اینا وهابیت کسانی که از اعتقادات منحرف ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب استفاده کردن کسانی که خب کی گفته اعتقادش چیه که تفاوت دارن مثلا مگه ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب چی میگن که متفاوتن با بقیه اهل سنت میذارید من صحبتمو کنم یا خب من ادعا میکنه آقا عبدالله یه ادعایی میکنی با ثابتش کنی شما میگی که اینها گفتن که محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه وهابیا پیرو این دوتا هستن که البته اینم دروغه خب حالا محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه مگه چی میگن که بقیه اهل سنت نمیگن گوش میدین من صحبتم تمام بله اینو جواب بدین آقا عبدالله اینو جواب بدین محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه چی میگن که بقیه اهل سنت نمیگن ببینید شما میگین که وهابی وجود نداره من دارم میگم شیخ احمد طیب میگه وهابیتی هست چرا شما منحرف میکنید بحثو شیخ علی جمعه میگه وهابیت هست مولانا سربازی میگه خب وهابی ها کیان خب چی میگن اینا من شما به ما میگید شما به ما میگید شما وهابی هستید شما بگید آقا شما فلان چیزو گفتی تو شبکاتتون مطرح میکنید که این جزء عقیده اهل سنت نیست و این اون وهابیتی که شما میگید حالا فرقه منحرفه شما یک نمونه از این چیزایی که ما مطرح میکنیم تو شبکه هامون و به حالا برداشت شما جزء عقیده اهل سنت رو نیست رو بگید به ما به عنوان مثال بذارید من صحبت کنم اول بس سفرم تمام کنم پس علما به وجود وهابیت اعتقاد دارن نکته اول پس علما به وجود وهابیت اعتقاد دارن پس پذیرفتی که علمایی هست به وهابیت اعتقاد دارن نگاه کن شما آقا عبدالله شما حالا یک دستاویزی گیر آوردید ما کار نداریم که حالا فلان عالم چی گفته شما با اومدن شبکه‌های اهل سنت و شبکه‌های توحیدی الحمدلله حالا اهل سنت منبری که تو ایران نداشتن که بخوان عقیده خودشونو بیان کنن شما بالاخره آزادانه تلویزیون و رسانه و همه چیز و بالاخره خیلی وقتا و آخوندهای شما پای منبر به راحتی میشینند و عقاید اهل سنت توهین میکنند و هر چی میخوان از زبونشون در میومد و میگفتن و الانم میگن حالا الحمدلله یه منبرهای اومده الله این توفیق و داده زمینه فراهم شده شبکه‌های توحیدی اومدن و عقیده حقیقی اهل سنت رو دارن بیان میکنن اهل سنت رو معرفی میکنن و اون اتهامات و اون چیزهایی که حالا شما تو اهانتی که به صحابه میکنید اهانتی که امهات المؤمنین میکنید و بدترین چیزها رو به اونها روا میدارید که در حقیقت اهانت به خود پیامبر و تیشه به ریشه زدن این دینه و خیلی چیزهای دیگه که حالا تزریق میکنید به مردم و متاسفانه میخواهید صفوف رو از هم جدا بکنید میخواهید کینه و دشمنی ایجاد بکنید میخواهید ملت رو به جون هم بندازید با این چیزایی که مطرح میکنید این به نظرم برای شما دشوار اومده حالا بالاخره باید یه انگی باشه خب یه انگی شما به اون شیعه ای که منتقد تو داخل بهش میگید که این ضد ولی فقیهه و این نوکر استعماره و این داره از آمریکا و نمیدونم کجا و کجا تأمین میشه و انگهای اینچنینی اهل سنتی که تو ایران حرف خودشو بزنه و از عقیده خودش دفاع بکنه بگه بابا شما نهید به همسر رسول الله اهانت کنید دفاع از همسران رسول الله بکنه دفاع از صحابه بکنه دفاع از عقاید خودش بکنه و اینکه اهانت نکنید شما میگید این وهابیه یعنی این چیز جدیدی نیست آقا عبدالله این بر کسی پوشیده نیست و همه بینندگان اینو میدونن یعنی شما با هر عنوانی حالا بخواید وارد بشید و بعدن بینندگان ما دکتر خودشون عاقلن که خب من تشکر میکنم از شما اتفاقا بسیار قشنگ باشون برخورد کردین آقای عبدالله من شما رو یک برادر یک عزیز میدونم حقا من نمیخوام شما رو متهم کنم که شما به هر حال میخواد تشویش از آن کنید اما من میگم که
خب شما براتون این سوال پیش اومده، اما چه قشنگ بود، چه زیبا بود که شما جواب برادرمون جناب آقای استاد اسماعیل رو میدادین که ببینید شما مثال میزدید این وهابیت اینو میگه، به عنوان مثال وهابیت میگه که حالا ذبح کردن نزد قبور درست نیست، این شعار وهابیت اعتقاد اهل سنت بر این نیست، مثلا کتاب عقیده اهل سنت و جماعت بر این هست که این درسته، این دلیل، این فران، این که فران آقا میگه، فران آقا، فران مولوی، فران شیخ یا فران، ببین این اشخاص، اینا نمیگیم اینا اعتقاد اهل سنت و جماعت هست، اعتقاد اهل سنت شما کتاب عقیده اهل سنت و جماعت رو میارید، میگه که ببین در کتاب اهل سنت این برخلاف اون چیزی است که به هر حال بنا به فرمایشات شما وهابیت داره میگه. ببینید ما میگیم که این کتاب شما این داره میگه و این برخلاف عقیده اهل سنت هست. من خود عرض کردم آقای معصومی یا کسی بود که تره، من گفتم این اعتقاد در اصل خارج از ملت هست، ببینید بنا به نص قرآن این کتب میگه مؤمن، اگه مؤمن باشید چون چیزی نمیگه، پس گفتنش داله بر چی؟ یعنی شما میبایست استناد کنید به یک مسائلی که برادر از اینجا گفته شده، برادرمون یا کسان دیگه اینجا گفتن، جز اعتقادات اهل سنت نیست بلکه به وهابیت نزدیکه. شما چنانچه شما میفرمایید، میگید شما این ببینید این چه شما داره جز اهل سنت نیست، حالا وهابیت باشه یا چیزی دیگه باشه، این قشنگ این جالب وجود داره. اما این که آقای علیزاده مثلا شیخ علی جمعه یا فلان کس گفته وهابیت وجود داره، ببین این که وجود داره یا وجود نداره ما کار نداریم، شما بگی این اعتقاد جز اهل سنت نیست که شما دارید شعارش رو میدید، این زیباست و این قشنگ بود، من خیلی خوشم اومد. حالا جالبه که برادرمون چیزی نداشت، جالبه که حالا آقای عبدالله و همسال آقای عبدالله میان و خودشون رو به عنوان طرفداران اهل سنت معرفی میکنن که شما وهابید و اهل سنت، بابا شما شبانه روز دارید به اعتقادات اهل سنت اهانت میکنید، من دوزارم یعنی هیچ چیزی باقی نگذاشتید دیگه، چطور روتون میشه که بیاید خودتون رو حامی اهل سنت نشون بدید؟ این خیلی عجیبه دکتر. استدوار که انسان ببینید انسان تعصب رو به خرج نده، انسان شما ملزمید به اینکه قرآن رو و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ملاک قرار بدین و از اونا تبعیت کنید. این که شما شیعه هستید یا این که شما وهابی هستید یا این که شما سنی هستید شما رو به جنت نمیبره، اون چیزی که شما رو به جنت میبره یعنی تمسک شما به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تبعیت از چیه؟ از آل رسول الله صلی الله علیه و سلم. آل رسول طبیعی است که ما سنت رسول از آل رسول به ما رسیده، درسته؟ آل رسول صلی الله علیه و سلم اون کسانی هستن که سنت رسول برای ما آوردن، هر کسی میخواد باشه، خیشاوندانی باشن غیر خیشاوندانش، هر کسی سنت رسول را به ما رسونده، دین را به ما رسونده و بر رسول الله صلی الله علیه و آله شاگرد کرده میشه آل رسول الله صلی الله علیه و آله. جزاک الله خیر. آقا حمید از ایران، سلام علیکم و رحمت الله. آقا حمید بفرمایید. سلام و رحمت الله. خانم جناب دکتر عباد معروف سلام باشه. سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. زنده باشید. استاد آخر برنامه هستم، من سوالی هم ندارم. خواستم چون مطالبی که مطرح شد شما با همون بحثایی رو فهمیدید، من خواستم خیلی از طرف شیعه بگم که نخیر هیچ چیه اعتقاد نه در پیامبر خودمون هیچ کنم از انبیاء الهی رو معتقد نیست که به چون فعل حرام اون فعل بند جالب اسمش هم من نمیخوام گرفتم رو خدا به نکره مرتکب میشم و این رو من خلا هم تو برنامه استاد سلودی هم گفتم و حالا برای اینکه نگم که حالا این توی چرخ عادی از چرخی نیست که حرف رو میزنید تماق گرفتم با شخص آیت الله قزوینی در برنامه زنده ازشون خواهش دارم و ایشون حدود 20 دقیقه رو گفتن کامل تمام عدما رو آوردن که همه همین رو گفتن و فرمودن هیچ چیزی چنین حرفی نمیزنه و این دوستان که میان همه عزیزان بحثشون اینه که حالا شما مثلا در کتاب بخاری چنین روایتی هست ممکنه چنین برداشت بشه. شما آقا حمید شما رو که دوباره برگشتید سر جای همون به حرف آقای کاظمی، چی اصراری دارید شما که حالا اهانت به همسران رسول الله بکنه؟ من تعجب میکنم. ببینید در صحیح بخاری طبعا به اون چیزی که قرآن بهش اشاره شده به صحیح بخاری هم بهش اشاره شده و دوستان من تعجب میکنم که اینجاست که من شک میکنم از روی ایمان اینا. ببینید عموما اونایی که دم میزنن از تبعیت حضرت علی و دارن به حضرت علی رو اهانت میکنن، اینجاست که من میدونم اینا طبعا شیعه نیستن، شیعه کسانی هستن که از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله تبعیت میکنن و افتخار دارن که جزء شیعه حضرت علی هستن که از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله تبعیت میکنه، پس اینها شیعه نیستن، اینها گروهی هستن که در
در لباس پشت در لباس شیعه میخوان به هر حال بله این دست میخوان به شیعه بزنن اصلا خب و الا حضرت علی کی باشه که بخواد خلاف قرآن رو عمل کنه؟ حضرت علی اگر اولا که در سوالی که حضرت علی خب حضرت علی در صحیح بخاری میگه که از تمام حرفاش اینه که یا رسول الله بر خودت سخت نگیر، خداوند که برات قرار تنگی برات قرار نداده، شما رو در تنگنا قرار نداده بخواد نسبت برای زن گرفتن اگر زن میخوای مثلا، اما به هیچ عنوان این که بخواد متهم کنه ام المؤمنین را چنون چیزی برداشت نمیشه. اگر کسی میخواد برداشت کنه در اصل این نقص هست در برداشت حضرت علی، یعنی فقاهت از این رو زیر سوال میبره، زیرا که حضرت علی نتونسته بنا به گفته اونها به مقصد الهی یعنی در این مسئله پی ببره، چیه عقل یعنی فهمش قاصر بوده، میخواد اینو بگه. حضرت علی رضی الله تعالی عنها که از این بری هستن، ببینید وقتی که خداوند میفرماید لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا قالوا هذا افك امين هذا افك مبين، يعني به نظر شما ابو ایوب انصاری قوی تر هست در ایمان حضرت علی بن ابی طالب؟ اونها به مقاصد شریعت نزدیک تر هستن حضرت علی بن ابی طالب؟ اگر حضرت علی ببین خداوند داره از ابی ایوب انصاری تمجید میکنه وقتی که خانمش اینو بهش گفت، معذرت میخوام وقتم تموم شده به هر حال، اما حضرت علی اگر خلاف این کاری کرده، خلاف این برداشت اینو دارن در یعنی علی رضی الله عنه اهانت میکنه، بزرگترین اهانت. پس حضرت علی نتونسته مقصد شریعت رو در این موضوع بهش پی ببره، پس دارن نقص فهم داشته. تشکر ممنون، الله یارو نگهدارتون. بینندگان عزیز شما هم ممنونین که پایگیرنده هاتون نشستید و مشاهده کننده برنامه ما بودید. الله یار و نگهدار همتون. صلی الله و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، والحمد لله رب العالمین.